نسرین جون، نسرین، نمیخوای یه خورده بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم؟ نایت خانم؟ بله. نایت خانم؟ بله. ایفا؟ ایفا؟ آقای کابوسی، مگه نمیگی دندونم درد میکنه؟ مگه پیله نکرده این دندون؟ چرا؟ تازه رفتی مسواک زدی، تازه اومدی یه دونه کشک گذاشتی گوشه لپه؟ کشک؟ آره دیگه، مگه این کشک نیست؟ در بیار خانم. کشک کجا بوده؟ کشکو که دادی به چی بود اون خانومه که میخواست بره کانادا؟ این همه کشک از محلات آورده بودم بهش دادی برد، کمش نیست که بازم اینو یادآوری میکنی به من که منو جزبلا بدی؟ اشتباه کردم آقا، همه کشکار کشک کجا بوده؟ آرزو به دل ما موند یه دونه. این هندونه است خانم، هندونه گذاشتم اینجا. وای ورمه؟ بله. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه این نخ دندونی که داره تموم میشه، شما قبل از اینکه تموم بشه باید انباری رو لطف کنید ببینید، به من بگی کابوسی نداریم، نخ دندون نداریم، پیاز نداریم، که من از دو روز قبل به فکرش باشم. حالا رفتم میبینم هیچی توش نیست. بفرمایید. معذرت میخوام، ببخشید. خب این میشه دیگه آخرش. خب ببخشید، منم میرم صبح برای شما نخ دندون میخرم. چه فایده ای داره وقتی بنده قابم کج شد یه وری شدم، در همسایه به من تو خیابون خندیدن، ای کابوسی رو نگاه کن یه وری مونده، تو دفتر بچه‌ها پرت زدن زیر خنده، دیگه نخ دندون میخوام چیکار کنم؟ به موقعش هر کاری نهایت خانم. آدم باید به موقع بره ببینه چی کم داره به شوهرش. حالا ببخشین شما امشب دندون رو جگر بذارین، بعد فردا صبح از گوشه دیوار بریم سر کار که این برا دیگه کسی نبینه. من فردا صبح علی طولو میرم برای شما نخ دندون. خب خانم من مجبور، نخ دندون وقتی نمیگیری مجبورم یه وری تو خیابون را برم. خوبه وارد دفترم یه وری بشم، تو دفتر من اینطوری بشینم که کسی نبینه اینا؟ میشه امشب خلال دندون بردار، چه میدونم هر چی میخوای. ببخشید دیگه، گفتم چی بگم آخه آقای کمسی، دست از سر من بردار دیگه. ای بابا، به جای اینکه من ناراحت و عصبی بشم شما جای من اینطوری میشید. آه نکشیدی؟ تو دلم کشیدم. آه همون شنیدم صدای، شنیدم باز. خدا نکنه آه بکشی کابوسی، مگه مرده؟ مگر کابوسی بمیره که شما آه بکشی؟ نه ایتقاله، وقتی من مردم شما آه بکش، الان نباید آه بکشی. ان شاء الله شما 120 سال 150 سال 200 سال زنده باشی. خدا نکنه 120 سال. یه خورده بیشتر از اینا حواست به بنده حقیر باشه آقای کابوسی. کی؟ من حواسم نیست. من کابوسی؟ من حواسم به شما نیست. آواز نخون برای پیله دندونات خوب نیست، اون مسواکم از رو میز بردار. من حواسم نیست. من که حواسم همیشه به شما هست که. نه، به چی بی حواسی کردم مثلا؟ کجا بی حواس بودم؟ کجا حواسم پرت بوده؟ یه جاشو بفرمایید شما. ببین کابوسی، شما که بهتر از هر کس دیگه ای میدونی که این نسرین چقدر دختر حساسی. ها؟ آره که میدونم. پس نه، نمیدونم. بابا خواهر خانومم، خواهر شما مگه نیست نسرین؟ چرا؟ کارمندمه از همه مهمتر، بعدم که این همه وقت با هم زندگی کردیم خوب میشناسمش. به قول یارو چی؟ به قول یارو گفتنی خوب میشناسمش. کابوسی شوخی نکن دیگه، دارم جدی باهات صحبت میکنم. برتقاله بوغ میزنه. خوب کابوسی. بابا خواستم حالتو یه خورده عوض کنم، از این حالت کوره بود چی میگفتی تو وسط کورم بیارمت بیرون، تو کوره نسوزی خدای نکرده اومد ما بدون همسر بمونیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، متشکر. خواهش میکنم. من چی میگفتم؟ داشتی میگفتی دست شما درد نکنه. من چی میگفتم؟ اینجوری گفتی. ببخشید نایت خانم، ببخشید. شما ببخشید. خواهش شما ببخشید. اون مسواک هم بذارید سر جاش لطفا. بفرمایید. مسواک من چه کار داری شما؟ بفرمایید. بله.
داشتم میگفتم ببین این نسرین بعد یه عمر بالاخره براش یه خواستگار پیدا شده ها؟ یه خواستگار پیدا کرده این نسرین؟ من خواستگار پیدا کردنیه یا پیدا میکنم خواستگارو؟ بابا کابوسی یه دقیقه اومدم باها جدی صحبت بکنم ها؟ ببخشید بفرمید به گوشم اون وقت شما چارگوشم ببخشید اون وقت تو بین همه این خواستگارا که داشته بله همه یه دونه رو مثل که پسندیده بله و شما در مقام پدر نسرین بله شوهر خواهرش بله رئیسش بله عد زدی همین یه دونه رو از کار اخراج کردی زدم وای ناهید خاله گاهی اوقات یه حرفایی میپرونی یه آدم ناشنا اینجا باشه اون وقت میگه که این کابوسی دست بزنم داره خودت خوب میدونی که من هر اشکالی در کارم باشه دیگه دست بزن چی؟ به قول بچه ها گفتنی ندارم کابوسی ولکن به توجه نکردی من توجه کردم من دست بزن دارم این گلوم پیله کرد خب شما هم بلکه مثل من اون وره در بیاد دوتایی رو به هم دوتا هندونه بیشینیم با هم دیگه صحبت کنیم اینجوری جالبتره شما هم هندونه دارم همشون آخه دست بزن من ندارم چنان میگی من اشتباه کردم اومدیم من خطا کردم من دست من بزن بزرن ندارم من ببخشم منو ببخش شما ببخشید منو با این صورت یه بری خواهش میکنم گلوم گرفت کابوسی از دست تو گلوم گرفت تمام این مدت رو داشتم فکر میکردم گرچه نرگستون خیلی نمیذاش تمرکز داشته باشم یه تصمیم رو برای آیندم گرفتم چقدر خوب حتی تصمیم داشتم که با هماین هوشنگم خیلی جدی حرف بزنم میخواستم بهش بگم اگه برای آیندهش تصمیم میگرفته باید راهش رو انتخاب کنه خب اینا همش خیلی خوبه نشون میده که تو به یه جور پختگی رسیدی وقتی دیدم نیست فکر کردم مرخصی یا ماموریتی براش پیش اومده برای همین وقتی فهمیدی اخراج شده انقدر ناراحت شدی؟ نه 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 یعنی اینکه ببخشید الهام جان من میخواستم بگم که من حواسم اینجا نبودش داشتم میگفتم چایی برای من نریزی من دارم کارام انجام میدم تمرکزم میریزه به هم صحبتتون رو بکنید خود یواشتر فقط بله چرا شما وقتی ما داریم حرفای خصوصی میزنیم گوش میدین ها آقای کابوسی اومده چی میگی فرید آقا گفتی آقا جان گفتم شاید چکی کف دستمون نداره من که به آقای کابوسی نمیگم آقا جان به شما دارم میگم من بله شما که گوشات این ور اون ور میچرخه الهام جان گوش اون چشمه که اینجوری میچرخه گوش ثابت وایساده اصلا برای من مهم نیست که فریدم گوش بده به 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 قربون خاله چیپس فهم یعنی این ماشالله خاله جون حالا که اینجوری شد بیا یه خورده غیبت کنیم یه خورده ماجرا تعریف کنیم ببینیم چی شد چی میخواستی به همایون بگی چرا از دن همایون ناراحت نشدی من میمیرم برای اینجور حرفا بگو خاله جون بگو میخواستم بهش بگم من اصلا حاضر نیستم که با یه آدم بلا تکلیف زندگی کنم یا حتی بهش فکر کنم اونم هنوز تکلیفش با آینده مشخص نیست اگه حاضر نیستی بهش فکر کنی یا باهاش زندگی کنی پس چرا وقتی فهمیدی اخراج شد انقدر ناراحت شدی؟ یه شب از خود خواستم که هرچی صلاح همه پیش پام بذاره وقتی دیدم اخراج شده خودم فکر کردم حتما صلاح همین بوده از کار خدا تعجب کردم دیدی وقتی چای میخورد وقتی فهمید کی؟ که بابا نسرین کی پس میگم کی؟ چی میگه چای خوب همه میخورن من میگم کیو میگه میگم وقتی چای میخورد اون روز خب. وقتی شنید که همایون رو اخراج کردید بله. چیره پرید تو گلوش چای داشت خفه میشد خب بعد جوری هرد کشید هرد میکشه اینجوری میشه کابوسی گوش میدی به حرف من هرد کشی او شمایی که چای رو هرد میکشی نه نسرین خب چای رو درست میخورید خانم میگم که برای این بود بله. برای این بود و اصلا به روی خودش ناراحت شد دیگه وقتی شهید همایون اخراج شده ناراحت شد ولی اصلا به روی شما آورد نه. هیچی گفت که چرا زدی بی سر هیچ و پوچین جوون مردم خود خداییش هیچی نگفت قبول دارم بله. منم دارم همینو میگم بله. آخه ببین کابوسی فردای قیامت باید جواب پس بدی یا کابوسی کار خوبی نکردی یا خیر
اگه یکی اینجا نشسته باشه الان بهش میگم که خانم ببین آقا خانم ما رو فرستاد قهر جهنم. توجه نکنید چی شد، ایشون ما رو فرستادن قهر جهنم. این خانم چه حرفی میزنید؟ خب کسی که اون عمل رو انجام میده تقدیرنامه که براش نمیفرستن، تشویقش بد میکردن. آواز نخ نه خب بعد یه کاری همین بود، عکس العمل درست همین بود، بعد اخراجش میکردن. ببینم وقتی خیرت به کسی نمیرسه باید شر دامن مردمو بگیره. چه شر؟ آقا شما بفرمایید مثلا حرفن. آقا شر یعنی چنان میگی شر که اگه این یارو اینجا نشسته باشه خیال میکنه که مال 10 بچه صغیر و یتیم و کابوسی خورتی کشیده بالا. این چاییه چه حرفیه میدنش؟ شما مال کسی رو بالا نکشیدی، ولی قبول کن نسرینم کسی رو نداره که. نسرینم بالاخره یتیمه دیگه، بجز من و تو کیا داره؟ ها ای بابا میخوای منم گریه کنم؟ نه من خواستم حالتو عوض کنم، آخرش به گریه ختم شد. شما اجازه بده من الان درستش میکنم، یه دقیقه به من اجازه بدید. اجازه بدید شما نایت خاله، یه لحظه من الان حلش میکنم. ای بابا. الو سلام بابایی، قربون پسر چطوری سیاوش جان؟ خوبی بابایی؟ قربونت برم قربون پسر. ببین منو سیاوش جان گوشی رو بده به همایون. آره بهش بده. چی؟ چرا؟ اسم خاله نسرین رو شنیده؟ میگه از وقتی که شنیده خاله نسرین اومده امروز گریه کرده تا الان. الان هم از گریه بیهوش شده، خوابیده، خوابش برده. الهی بمیر. خب پسرم ببین منو سیاوش جان عزیزم، میگم ببین منو دیدی؟ میگم با خودت ببین میتونی برش داری بیاریش دفتر، یه جوری ریش خندش کن، راضیش کن فرد. آبریکلا قربون پسر اشیتو بیاریش دفتر فرد، قربونت برم. کار نداری بابا جون، خداحافظ خداحافظ، ممنونم ازت، بیاریشم. میگه انقدر جوشونده درست کردم بهش دادم خورده که از حال رفته اصلا خوابیده. بهت بگم سیاوش خیلی بچه با محبتی ها. بله جوشونده. من بر ننم درست نمی کنم، ببین اون بر اون درست کرده بیشتر. کابوسی بس کن دیگه. وای 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 لای بمیرم اون دختره که ما تو مبنی شده. حالا میگه بمیرم بمیرم، ما چی مخیم وسط؟ ایوا کابوسی ویلون سیلون میخوای ما رو بذاری؟ خدا نکنه بمیری شما. حالا من گفتم یه چیزی که این دختره که حتی ما تو مبهوت شده. خب همایونم که هیچی دیگه، قشی شده. نگاه کن این دوتا شدن عین لیلی و مجنون. یا وامق و عذرا. چی و چی؟ وامق و عذرا سلامان و ابسال. آها سال و ابسال یه آخریه. آره سلامان و ابسال این اونا شدن. به سفارش کردم گفتم میارتش فردا. چی شد نخواه دندون ما؟ وای وای کابوسی میخرم فردا یه کارتون نخ دندون میخرم. تصمیم گرفتم برم کلاس زبان و کامپیوتر روزنامه نگاری. فکر کردم حالا که دارم توی دفتر مجله کار میکنم باید سطح معلوماتم اونقدر بالا ببرم که کارم محدود به یه تایپ و تلفن نشه. تصمیم گرفتم پس میتونم. بله میتونی خاله. بله. حتما میتونی. بله تو میتونی، حتما میتونی. آدم اگه مصمم باشه حتما به هدفش میرسه و هدف تو ارتقائه. هدف من ارتقائه. بله آقای همایون خان، امروز با همه روزا حسابش جداست. دوست دارم دوتا کلام جدی باید اختلاط کنم. جواب منو بده. اگه من مزاحمم میخواید برم بیرون. کی گفته تو مزاحمی؟ مثلا اسم تو رو بردن. آخه شما گفتید دو کلمه میخواید با آقا همایون صحبت کنید، گفتم شاید نه من مزاحم باشم. این دیگه چی میگه آیه؟ من چه میدونم آقا من چه. آقا جون من تو مزاحم نیستی، بشین اینجا،
این حرفایی که من میزنم به درد تو هم میخوره. گوش کن. اجازه میدید من یادداشت کنم این چیزا؟ بشین ببینیم بابا، یادداشت کنم، یادداشت بیارم، دفترچه بیارم، نه فلان کنم. این بسات چیه؟ فقط تو بس که گوش کنی و سلام نامه تمام. بله. آفرین. آیا همایون خان بگو ببینم، تو فکر میکنی که ما نمیدونیم زندگی زیر و زبر زیاد داره، هم سر بالا داره هم سر پایین، هم بالاشو دیدیم هم پایینشو. چی داری میگی تو؟ چیه که آفتاب نزده صبح بلند شدیم این دفتر که چی؟ آقا من شما از دل من خبر نداری. من خبر ندارم؟ بله. چرا خبر ندارم؟ نداری دیگه. دارم. نداری. دارم. چی داری میگی تو بسر؟ من توی عمرم یک چیز رو نذاشتم از ذهنم بره. دارم از عذاب وجدان میمیرم، نه از این حرفایی که شما میزنین و دارین بهش فکر میکنین. چی میگی؟ تو فکر میکنی ما عذاب وجدان ندیدیم؟ ممتاز و شیشی گابور و همه این چیزا رو ما دیدیم. چی داری میگی تو؟ آقا منو چر، من اون خانوم رو رنجوندم از دست خودم، از این ناراحتم. جون من؟ بله. همایون جان قلب بسیار بزرگی داره، به بزرگی دریا. عزیز دل من، بزرگی دریا که دریاست. خب پس اون دیگه قلب نیست. سلام، صبح بخیر به بچهای هفته نامه شهر قشنگ. حال شما چطوره؟ صبح بخیر ایران. اون رادیو هم خاموشه. سلام به پسرمه عزیزم رامین عزیزم. سلام، خوبی؟ حال شما چطوره؟ خوب هستی آقا؟ ما اینه سحرخیز باری کلا سحرخیز شدی، آفرین. تازه هوا تاریک بود که میخواستم بیان، ازشون خواهش کردم که تا طلوع آفتاب درخشان صبر کنن. خوب کاری کردی پسر دایی عزیزم. آقا منوچ چطوره؟ منوچ معلومه که تو وضعت خیلی خوبه، داری حال ما رو میپرسی، حال ما به حال تو نمیرسه. آره والا آقا منوچه، امروز من اومدم اوضاع میزون میزون اومدم بگم که باریکالا ببین میدونی چیه، من اصلا دلم میخواست الانه کبکش اینه و کبکتو خروس بخونه که نیست. کبکش چی؟ اینو بعدم واسه تعریف میکنم. آقا منوچ بعد چای مایی چطوره؟ بپر یه چای دیشتنه بذار، شیرنی امروز با من، ناهار صبحونه شام همه چی از امروز با من. بری من برو. داری وادارم میکنی که بگم نمکدان دو عالم را به دست خود نمک کردم. باریکلا ببین چی میگه، نمکدان دو عالم را به دست خود نمک کردم، از آن نانم که دست بی نمک دارم. چی شده مرد حسابی؟ تو امروز صحبت از شیر نمی کنی. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. سلام، سلام. سلام دایی، صبح شما بخیر. شما بله. همایون یه نوک پا بیا اتاق من کارت داره. بله چشم. یک بله دو چی؟ سه چهار پنج. چطوری تو پسر گول؟ کجایی تو؟ رفتی که رفتی، اینه معرفتت دیگه. نه بشکن این دست که نمک نداره. آقا همایون کجایی تو؟ دیدی که اخراج شده. نه آقا نه سر ببینم، یه عمره همه میخوام بدونن که من چقدر حقوق میگیرم و حقوقم چیه، علی خصوص ننم. هر کاری کردن من به هیچ کی لاپورت نیدم تا حالا. همه دارن زیر و زبر میزنن که این راز باز بشه ولی من نذاشتم. چیه؟ میذاری من یه دقیقه با همایون صحبت کنم یا نه؟ نه میذاری یا نمیذاری؟ نه دفتر کارو دیگه. چه بدبختی داریم ما؟ مگه نشدی به قول بچه ها گفتنی میگن که توقع ویجا مانه کسب است؟ هر جور راحتی آقا منو شیر. همایون جون داریم تو آقا من ایسان. بس منم هیچ چی دیگه، من از تو اومدم جا دارم شیرنی یا ندارم چایی اینا میدم که یه حرف بزنم نمیذاری من یک کلمه حرف بزنم. عزیز من قربونت برم، یه دقیقه من با این آقا کار خصوصی دارم. همین ادب خوش میکنه که اینجا رو ترک کنیم. تنهاشون بذاری بابا، مگه دایی نگفت بره تو اتاقشی تنهاشون بذاری؟ با اجازتون بابا جان. عزیز من دارم برمش تو اتاق باش توبت کنم. اخفالت نکنه آقای کابوسی هم تا چایی لب ریزه، لب سوزه، لب دوزه، دیش لمه نخوره حرفش نمیاد. آقا منوچه توی چایی دیش نمیریز، من با همیجون برم تو اتاقت میبرم. بریم آقا ملوچ، چایی ببر پیش آقای کابوسی. نگران نباش، رفتم تو کارش. وقتی تغییر در عادات به وجود میاد باید دقت کنیم و علت این تغییرات رو پیدا کنیم. گاهی این تغییرات ممکنه به علت ناراحتی های مختلف روحی و روانی منجر به اعتیاد در شخص به وجود بیاد. باید باور کنن که دوستشون دارید. اعتیاد؟
نسرین رو به تو سپردم. خدایا خودت به هم رحم کن. نسرین نسرین از دستم رفت. بردار تلفونو، بردار بزن یه بار دیگه صدای قشنگتو بشنوم. خانم دلیخون، خانم دلیخون، قربونت برم من. تو دوچاره کم بوده محبت شدی ها؟ خانم شما زندگی خصوصی من از کجا میدونین؟ حالا چه گریه میکنی بابا جون من؟ خودتون ناراحت نکنیم خانم، دنیا دو روزه بابا میگذره. ایوا آقا منیجر شمایی؟ بله قربان، خبردار. خانم آقای کابوسی، من خانم دلخون نیستم، من گوشی رو برداشتم. بله بله سلام عرض کردم. نه خانم، با حضرت عالی نبودم. بفرمی. شما تو اتاق من کاری داشتین؟ نه. پس لطفا بفرمین بیرون. چشم خانم، از شما هم خداحافظ. بله نسرین جون کجایی؟ پس چرا تلفن نمیزنی ها؟ تو همیشه هر روز به من زنگ میزدی یا عالمه. چرا عادت خودتو تغییر دادی؟ ببین ما تو رو دوست داری، من خواهرتم. اگه اتفاق بدی هم برات افتاده خب باید به من بگی. خب مگه من به غیر از تو چه کسی رو دارم؟ حتی اگه خطایی هم از تو سر زده باشه من سنگ صبورتم. باید به من بگی، با من حرف بزن. تو رو خدا بذار قصابونو با هم دیگه قسمت کنی. نه نه جون، اتفاق چیه؟ نه تو ماشالله اصلا مهلت نمیدی من حرف بزنم. نه چه اتفاقی؟ ببخشید گوشی لطفا. آقا منوچهر. بله خانم. کاری داشتین؟ داشتین کارهای خدماتی انجام میدم خانم. الان وقتش نیست، بفرمایید. چاش بله نانای جون، من ترجیح میدم وقتی سر کارم هم به کارم برسم. خب وقتی هم وقت اضافه گیر میارم ترجیح میدم مطالعه کنم. این که دلواپسی نداره. نسرین یعنی چه اتفاقی افتاده که تو دیگه دلت برای من تنگ نمیشه ها؟ نسرین مگه من بیچاره غیر از شما ها چه کسی رو دارم ها؟ اگه قرار باشه شما ها منو فراموش کنی، بود و نبود من دیگه به چه دردی میخوره نسرین؟ ده عزیز من نگو چه فرقی میکنه، چون فرق میکنه. بلند شو برو مثل یه مرد سر کارت. این سگرمات هم با کن، حالم به هم خورد. چه تا آخه طوری شده کشتیات غرق شده؟ ما فکر کردیم ما با کشتیمون غرق داره میشه. تو که بیشتر از ما داره غرق. عزیز من تو که جوونی، اگه جا بزنی، اگه پس بزنی، وای به حال ما دیگه. توجه نکردی شد ما چی بگیم اگه تو جا بزنی؟ آقای کابوسی، یعنی من میتونم امیدوار باشم؟ ای بابا چرا نمیتونی امیدوار باشی؟ توکلت به اون باشه که اون بالاست. اون اگه بخواد ما چه کاریم؟ اگه نخوادم که ما کاری نیستیم. سگرماتو واکن، بلنش برو سر کارت. بابا ظاهرن یه اتفاقاتی واسه خانم دلیخون افتاده. رقیب آقای کابوسی، بشین نگاه کن. تو صندلی رو چه پرت میکنی؟ میگم خانم دلیخون لابد واسه خودش تصمیماتی گرفته، برنامه ریزی کرده. صندلی رو پرت میکنی؟
آقای کابوسی، من خودم هم یه حدسایی زده بودم، چون که هم برخورد خانه‌داری خون با من یه خورده عوض شده، همین که فریدم یه چیزایی به من گفت. عزیز من، همایون جان، تو باید یه خورده خودتو جمع و جور کنی. جوونی تو بابا، هر چی نباشه ما دو تا پیران از تو بیشتر پاره کردیم، پس گوش کن به حرف من. جوونم که نباید پس بزنه که. میشه پس بزنه که کلات پس مرکز همیشه. جوانی که از پس مرکز یعنی پس زده. بلند شو مثل مرد، برو سر کارت. مردم باید جدی، مقتدر و خونسرد باشه. جدی، مقتدر، خونسرد؟ بله، جدی، مقتدر و خونسرد. بلند شو سگرماتو واکن، مثل مرد، مثل آقا مرد، برو سر کارت. شادا به موقعشم، ببین منو، به موقعشم من با خانم دلیخون صحبت خواهم کرد. صحبت میکنیم باش، با حرف میزنیم. چشم. بوری نشده که. چشم. واکن سگرمه ها رو، این در پنج، این کرکره ها رو هم واکن. دلم گرفت سگرمه ها تو که با نکردی، اون واکن رو واکن. تو چی کار میکنی اونجا مرمولک؟ مرمولک؟ این چه کار میکرد اونجا؟ پس مرد بعد چی باشه همایون جان؟ جدی، جدی، مقتدر، خونسرد. خونسرد. برو پسرم. آه اینه؟ بله. بزن لبخندو. چشم. بزن لبخندو. ده. برو دیگه باز مامان کوشی. اینجا مادر، تو حیاتم. سلام. سلام، چه زود اومدی. خب من که بهتون گفته بودم مامان چه زود میام امروز. مامان چی شده؟ اتفاقی افتاده دیگه؟ میخوای چه اتفاقی افتاده باشه ها؟ مولا آقا روزی 500 مرتبه با هم دیگه حرف میزدیم تلفنی، اما امروز فقط یک بار حرف زدیم، اونم من تلفن زدم، نه اون. اصلا نمیدونم اونجا چه خبره. من نمیدونم نسرین چشه، دارم دیوونه میشم الهام. مامان جون، من میگم شاید خاله نسرین احتیاج داره یه چند روزی همینطوری برای خودش باشه. سلام. سلام. چه عجب زود اومدی خاله. اومدم یکم با نایی جون حرف بزنم. جلوی خودم خواهر بزرگوی خودم کمکم کن. سرکار خانم دلیخون، من اینجا جا داره که به شما، به خودم و به همه اهالی هفته‌نامه وزین شهر قشنگ تبریک و تهنیت عرض کنم. بگو چرا؟ چرا آخه؟ برای چی؟ برای چی؟ تو توجه نمی‌کنی برای چی؟ برای زحمات مستمر و شبانه روزی که شما همراه پسر گلم کی سیاوش کشیدید و زحمت کشیدید. واقعا خواهش میکنم. به خاطر عرض کنم که آموزش کامپیوتر قدم به قدم، به خاطر آموزش انگلیسی و به خاطر ترجمه آثار ادبی، علمی و هنری جهان به صورت چی؟ پاورقی.
توجه نمی کنی چی شد و هزاران هزار چندین و چند مورد دیگه که اصلا اینجا جاش نیست بشمورم و مثنوی میخواد و هزار من کاغذ بخورم صد هزار مرتبه شکر که بعد از مدتها این خنده رو به روی این آقای کابوسی خوش قلب خوش مرام خوش کلام آوردی من خیلیش از تذکر میکنم بچه ها من نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی اینو به جرأت میتونم بگم که دیگه کمتر کسی هست که هفته نامه وزین و پربار شهر قشنگو به قول بچه ها گفتنی چی؟ هفته نامه زرد اطلاق بکن اینه بهتون بگم که عکسای همایون دخیل بودن توجه نه که ببین منو عکساش منحصره به فرد شناخته شده بابا باریکل لطف دارید بابا باریکل خیلی ممنون البته در انتخاب عکس خانم دلیخون خیلی موثر بودن توجه نگه ایجی شد بله شک نکن داره ممنون شک نکن بله به هر حال من اون عکس رو از میون عکسای شما انتخاب کرده بودم بابا باریکل خواهش میکنم بابا باریکل بله آی کابوسی خیلی معذرت میخوام از حضور انبرتون من اینجا واقعا شرمندم چطور مقاله های آتشین و لبسوز دیشلمه رامینو نمیگیم فقط یه دادیم عکس های من واقعا که تصمیم گرفتم در این ماه گذشته تصدیق رانندگی رو بگیرم اومدم ببینم من جدیدن تو رو دیدم که رانندگی میکرد آره ولی خب اون موقع من نباید رانندگی میکردم تصمیم موقت داشتیشون بله موقت دقیقاً بعد به خاطر همین تصمیم گرفتم دیگه روی حوادث رانندگی بیشتر تمرکز کنم به خاطر همین این کارو انجام دادم آقای رحمتی برای شروع هیچ وقت دیر نیست بله 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 بچه ها عرض به حضورتون که ما افتادیم دیگه رو قلتک بله قلتک چیه؟ خطرناکه چی هستش؟ آره دیگه قلتک پسرم پسر گلم به هر حال شما باید هر جوری شده خودتو برسون یه خود عقبی این اصطلاحات شیرین زبون فارسی رو چی؟ یاد بگیری دیگه منو چرا کمک کن دیگه یاد بیداد آقا تا بیا من گوساله گاه بشم برای شما خیلی سخت بها آنشه هر جور راحتی هر چیزی میخوایی باشی باش بفرمایین چایی قایش میکنم بفرمایین چایی مقالات خیلی خوب بود من مخلص خیلی خوب بود مقالات بفرمایین چایی خانم داری خون چاییتون یخ میکنه بفرمایین چایی میل کنم ممنون من ترجیح میدم چای کمرنگ کنم خب منو چای کمرنگ بده به خانم دلیخون واسه چی چای پررنگ بچه ها شیرینی واسه چی چای پررنگ بچه ها بفرم نه بده بچه ها بفرم باشین اون دور منو چای شیرینی تقسیم کن تا رو توف کن و نچه بفرمایید به قول یارو گفتنی چی دهنه تو رو شیرین کنی با خلاصش که این پسره رو بد جوری خیت میکنه نایف خاله نه بابا، نسرین اصلا اهل این حرفا نیست همطور که اون موقع خیلی ساده صحبت میکرد الان هم همینطوریه، فقط یه خود مدلش تغییر کرده دیگه نه خلاصه نهید خیلی لبلوچه این همایون رو آویزون میکنه، حسابی آویزون میکنه بله وقت بازم ازت خواستگاری کرد؟ از من خواستگاری کنه؟ نه بابا، نسرین رو میگم، یعنی همایون نسرین رو از شما خواستگاری کرد؟ نوچ نه؟ چرا؟ برای اینکه نسرین خاله انقدر جدی شده، انقدر سریو شده و سنگین شده و مکانیکی عمل میکنه که منوچهر میگو بچه ها اسمشو گشتن خانم آهنی تو دفتر بی جا کرد منوچهر؟ بی جا کرد منوچهر اینو گفت؟ چی؟ خودش داره برده بله گفت بچه ها گفتن نه اینکه خود منوچهر بگه خب باشه شما باید میذارید تو دهن منوچهر که اونام حسابکار خودشون رو بکنن بیخود نیست من از این منوچ خانه شما از اول خوشم نیومده حرفا میزنه خانم نهید خانم شما خون خودتون رو کثیف نکنید کلسترولتونم بالا نبرید خواهش میکنم داریم حرف میزنیم صحبت که نمی کنیم که کلسترولی حرفا ندارم نه. فقط اینو میدونم داریم حرف میزنیم صحبت منوچهر چه کار داری شما نه من فقط اینو میدونم که تو این گلوم گیر کردی این حرف دیگه خیلی سنگینه خواهی میگفتن زن سبک سر و نمیدونم جلفیه نمیدونم سر به هواس خوبه بازم خوبه که
که میگن سنگینه دیگه. نه خوب نیست، ولی این حرفم قبول کن خوب نیست، حرف جالبی نه، من خوشم نمیاد. خیلی خوب، حالا اگه بس اگه نه جوابت بریم همون شامونو بخوریم. اجازه بدید شامونو بخوریم بهتر. بفهم. چون نمیخوری پس بکشم برات. نه بخور یه برنج خوب بسات. برنج خاصیت داره. کوسی. بسه. هر چی باشی، هر چی بخوای بگی، آن هر چی باشه تو مغزت، جوابت منفیه، نس. از همین الان خدمتتون بگم. وا. بله. من که هنوز حرفی نزدم. آخه این کابوسی که شما گفتی، من فهم میکنم یه تریلی دنبالش خواهش و تمنا و درخواست و استدعا و خواهش میکنم این حرفا داشته باشه. بکشونه دنبال خوش به همه. واقعا؟ این کابوسی از اون کابوسی ها بود. آها خب پس حالا که اینجور شد کابوسی. آقای کابوسی. امرتون بفرمایید، چشم. در خدمتم. دستور بفرمایید خانم ناهید خاله. خواهش بکنم. ما تسلیمیم خانم. تسلیم تسلیم. میدونی که من میدونم خودت بابا دارم میگم، میدونی که من بد جور نگران این نسرینم. که چی؟ میترسم این دفعه از این طرف بوم بیفته. آه بس میخوای کاری بکنی که نیفته؟ بله با اجازه بفرمایید. بکشم وسط خوره. ممنون متشکرم. میریزم خوره. خورشتی شده نایت خاله. بس عجب بوی میده. میخوای کاری بکنی بس نیفته؟ بله. من یه فکرایی کردم. خدا به خیر بگذرونه. همچنین تا اون تای دلم لرزید. اینجوری. وا. لغویه‌ای رو دیدی؟ این آره دیدم. بعد جورم دیدم. چه فکری؟ این مال سن و ساله. این خانم جان منم خدا بیامرز قبل از که بمیره همینجوری ها شده بود. تازه الان چیزی نیستی میزنه به سر کلت. بعد جور نافور. جدی میگی؟ الان زده دیگه. من نمیبینی؟ یه وری شده. نه. لغوم بگیریم. آره. نایت خاله خنده داره. آره. میام واسه برنج بکشم میکشم اینجا به جای تو بشقاب. اینجوری هم میشیم، خودمون هم میشیم. انشالله هر چی عمر خانم بالا، چی بود اسمش؟ خانم بالا؟ خانم جان. خانم جانه. انشالله هر چی عمر ایشونه بقای عمر شما، خاک ایشونه بقای عمر شما باشه. برم. چه چند سال عمر کرد خانم جان رسید؟ 90. شما همه تون ماشالله بالای 190 ایدا. من 90 سالم. نه همه تون میرسید به اونجا ایشالله. 120 سال ایشالله، 130 سال. ای بابا. خب میگفتی؟ خب خدا رفتگان شما را رحمت کنه. داشتی میگفتی نایت خاله؟ یه چی دیگه میگم، یه فکرایی کردم. گفتم که چه فکرایی؟ ببین من فکر میکنم که به به سلام علیکم. باد آمد بوی انبر آمد. خانم خیلی خیلی خوش آمدید. مشرف فرمودید ما رو. حال خوشی خال کردی. خواهش میکنم. خیلی ممنون. سلام. منوش خان دو تا چایی تازه دم لبدوز لب ترش بردو واسه ما بیار دست. قربان چرا لبدوز و ترش؟ لبریز و لبسوز و لبچسب و دیشلمه. چاییاش همه دیشلمه. عجیبا. قربان دیشب من یه خوابی دیدم. خواب میگن تعبیر داره. میدونستم. نمیدونی شما؟ اصلا باورتون نشه یه آن دیدم تو خواب همه این دفتر آتش گرفته. اصلا به یک وضع معجزه آسایی همه نجات پیدا کردن. خانم دلخونم تعجب داشتم. اولا که خوابت خیر انشالله. بعدم خواب تو تا اونجا که من یادمه چپ بود. از کدوم دنده خوابیده بودی؟ ببین منو چه توجه نکردی چی میگم؟ بهتره زافر شب کمتر بار بزنی. دل دلش نکنی. زافر. مرد حسابی میری 18 تا چش با 14 تا پاچه و سیرابی و شیردونی تاغا رو پر میکنی. اینه که برم میکنی شب خوابای عجق بجق میبینی. مرد اضافه چیه؟ همون شکم. شما بهش میگید شکم، ما میگیم زافه و تاغا. کمتر بار بزن منوش خان که شب خوابای چپندر قیچی نبینی. یکم کمتر راحت در بخواب تو. قربان آقا فرید و خانم دلخون چه نشه مرده؟ اونا میخوان مستقل باشن. بفهم دفتر. اونا میخوان مستقل باشن. من درست دیدم نه؟ چی که مادر به همراه پدر از راه رسیدن. بله. آخه معمولا از این تصاویر ندیدم من. چقدر باشکوه بابا. شکوه نبود باشون که مادرتون و باباتون با هم بودن. شکوه واسه چی؟ شکوه.
اینترنت بسنجش. خاله خاله وایس یه دقیقه وایس خاله وایس یه دقیقه نفسمون جا بیاد حالا فعلا کجا داری میری واسه خودت کجاست اون فریدی که بهش میگفتم فرید استقامت حالا ما رو که زوار در رفته پیدا کردی همینجوری داری واسه خودت میری دقیقه وایس دیگه میگم آقای کابوسی قالتون گذاشته نه به تو فضولی واسه چی میگی واسه چی کار ما دخالت میکنی تو زندگی تو بکن کارتو بکن من دارم کارمو میکنم دیگه خوب کاری میکنی اصلا قال نذاشته آقای کابوسی هم هر وقت ما رو آوردن لطف کرد احسن به به میگم ولی فکر کنم امروز بهتون لطف نکردن نوشابه خنک واکنم براتون فرید خان اگه نفس جا اومده بریم میگم همچین عجله‌ای هم نمیخواد بکنید و چرا چون دفتر یه خبراییه چه خبرایی کارمند جدید اومده توپه کارمند جدید اومده توپه بله تو خبر داری و من خبر ندارم من چقدر بدبخت شدم من چقدر فلک زده شدم تو اون هفته‌نامه که تو خبر داری کارمند اومده من خبر ندارم خودش هم میگفته شما خبر ندارید حالا چرا میزنی؟ تو رو هم میزنم بچه محلاتون هم میزنم کارمند جدیدم میزنم میخوام ببینم چی کار میخوای بکنید فکر کنم از حرفت پشیمون شیا عمره نه من پشیمون هیچ وقت پشیمون نمیشم چی میخوای بگی؟ کارمند جدید بیدی نیستش که با این بادا بلرزه بله حاله؟ بریم ببینیم چه خبره بریم هر جور سلام نایی جون سلام شما کجا بودی؟ من همینجا بودم نسرین جون صندلی ها میزه تو گذاشتم اونجا منم اینجا میشینم یه مدت با هم همکار میشیم چطوره؟